بنده خدا بنده خدا که نه بنده شیطانی که گفتی ارزم به خدمت شما همین که اسمش چی بود کاوش یکی دو تا از دوستان یک یکی دو تا کلیپ برای ما فرستادن و ما دیدیم ارزم به خدمت شما که و واقعا انسان خندش میگیره کسانی آمدن در مخان در مورد دین و خداوند متعال صحبت بکنن و بعدا اشکال وارد بکنن که حتی سواد خواندن فارسی را ندارن کلیپ دی آقا برای من فرستادن و من نگاه کردم حالا اگر امو باشه اسمش گفتید کاوش هست درست است؟ بله کاوش من کلیپ پیش کلیپ دیدم و ایشان حتی سواد فارسی خواندن ندارن سواد خواندن فارسی رو ندارن متاسفانه و میخوان مثلا به متون عربی ایراد وارد بکنن یا مثلا میخوان اردن به خدمه شما از علم صحبت بکنن خب این خنددار است این واقعا این کار اینها خنددار است مضحک است این کار اینها ولی از باب اینکه گرفتار شدیم ما به اینکه با جهال در ای اصر و زمان باید بحث بکنیم با, با جهال در زمان باید بحث بکنیم و خب علمایشان عالم که ندارن اینا که بخوان یک نفری بیاد که واقعا علم داشته باشد عالم یعنی چه چیزی سرش بشه متاسفانه گرفتار شدیم با جوحال باید بحث بکنیم ما عرض میکنیم که بنده هر هفته لایو هستم در همین مکان اردم به خدمه شما در صفحه خودم لایو برگزار میکنم و هر کسی از جماعت آتوئیست یا ندانم گراها یا هر چیز دیگه ای که هستن میتونن تشریف بیارن و در اینجا اگر مطالبی دارم بیان بکنن انشالله پاسخ دندان شکن دریافت میکنن بیان اینا در مورد خالق اول با همدیگه صحبت بکنیم بعد داریم در مورد دین صحبت بکنیم در مورد رسول خدا و روایات صحبت بکنیم مشکلی ندارد ما در, هم در همه مواردش حاضر هستیم ولی اینا توقع دارن از ما که مثلا ما بریم در لایف های اینا شرکت بکنیم از جانب و بنده به اینها بگید که ما در لایف در های شما شرکت نمیکنیم چرا چون شماها امتحان خود پس دادید دوستان عزیز میتونید در صفحه خود از برید نگاه بکنید یک شخصی هست به نام شفیع عیار که پدر معنوی اینها هست همه اینها شفیع عیار استاد خود میدانند و پدر معنویشان هست بنده سید بارها و بارها رفتم ده جان شفیعیار بارها و بارها ارزم به خدمت شما از طریق واتساپ با پیام تماس گرفتم جواب تماس نداد پیام برشان فرستادم جواب پیام نداد در برنامه زنده ایشان در همه صفحه خودم ببخشید او, او ویدیو در یوتیوب من هست چون تیک تاک به خاطر عدی که شماره نشان داده بودم ارزم به خدمت شما ویدیو را نشان نمیده ویدیو رو نداشت پخش کنه ولی در صفحه یوتیوب جواب دندان هست او ویدیو هم که من در برنامه زنده شفیعیار زنگ دادم تا تصویر مردید برنامه زنده خود در یوتیوب قطع کرد پدر معنویشان ما رفتیم سراغشون در همین تیک تاک دو سه بار مرفتون رفتم کلیپش در همین صفحه تیک تاک بنده موجود هست معلومات هم واسه من که ما از روی قرآن برش میخونم. Mega, you're talking rubbish about Islam. I'm not talking rubbish. I just was reading a verse of, verse of Quran. So please, dear friends, go read this book. Before you come and blame me for talking rubbish, تشکر میکنم دوستای گرامی یک نیم ساعت بعد برنامه دیگه شروع میشه در یوتیوب فرار که چرا بی غیرت درخواست دوم یعنی چی یعنی چی آقای شفیعیار خجالت نکشیدی بود فرار کردی توری تا ما درخواست دادم دلای با درخواست دادم به محض که درخواستی من رو دیدی فرار کردی یعنی واقعا شما خیلی انسان بیغیرتی بودی رفتم در جان شفیعیار که پدر معنوی اینها هست و مرا بالا نیاورد حتی از طریق معراج ما وارد شدم در معراج گفتم معراج تو برو ای آقای شفیعیار بگو همین رو بیار بالا بیاید شما که ادعا دارید بیار ما ما دلای دلایل منو بیار بالا با هم صحبت بکنیم من بالا نیاورد بعد و توهین کرد ما خب من این سید الفقار کار خود انجام دادم در جان پدر معنوی شما رفتم غیرتش نداشتین مرا بالا بیارین بخواید صحبت بکنید با حالا این شخص و اشخاص دیگه هر کسی که هست اگر فکر میکنید ذره علم دارید اگر فکر میکنید یک درصد احتمال میدید که حرفی برای گفتن دارید بلند شید بیایید بلند شید بیایید ماهاری که اجازه نمیدید در لایف های شما وارد چنیم او پدر معنویتون که اجازه نداد شما که دیگه هیچی خب شما مرد باشین یک بار بیاین ای که شما در لایف های خود بشینید برای چهار تا احمقتر از خودتان صحبت بکنید و بعدی مطالب بیان بکنید و او شخصی که در او پایین نشستن نتوانه صدق و کذب شما را تعیین بکند نتواند ثابت بکند که ثابت که هیچی نتونه بفهمد که شما راست میگی یا دروغ میگی خب او که ارزشی ندارد او که ارزشی ندارد شما جناب آقای چی بود اسمش بزرگوار آقای کوروش کوروش نه کاوش کاوش آقای کاوش یا هر شخصیت دیگری که هست مایس الفقار اینجا حاضر نشستم اگر مردید غیرت دارید وجود دارید بلنشید بیاید همون مطالبی که دارید فکر میکنید چیدی بر علیه اسلام دارید یا ارزان به خدمت شما چیدی بر علیه مسلمانان دارید بلنشید بیاید بلنشید شید بیاید با ما صحبت بکنید یا با بنده صحبت بکنید با اسرائیل صحبت بکنید مرد باشید بلنشید شید بیاید یک بار مرید با چهار جاهل صحبت میکنید فکر میکنید دیگه. خیلی هم سرتان بشه خدا شما رو حفظ بکنه ای پیام مرا ده تمام آتایس برسانید هر, خ... هر که هست بگی سید الفقار گفته اگر مردید بلند شید اینجا